سلام و درود به درک کوتاهی قسمت دوم خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از من حتما اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن، عضو کانال شو و زنگوله هم بزن که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما بتونید تماشا کنید. خب در این قسمت می‌خوایم بریم برای شناخت انواع شکل سر، قسمت‌های سر و زوایا نسبت به سطح سر. خب ما چند شکل سر داریم؟ تا حالا کله کسی رو بدون مو تصور کرده چه شکلیه؟ ما سه شکل اصلی هد شیپ داریم، یعنی شکل سر. آدمایی داریم که واقعا مثلث شکلن، آدمایی داریم که واقعا مربع شکلن و آدمایی داریم که واقعا دایره شکلن. اینایی که میگم شماتیکی از شکل هاست. چطوری؟ یعنی آدمایی هستن که بالای سرشون نسبت به فک و زاویه کوچیکتره، یعنی اینجوری. ببینید بالا کوچیکتره، پایین فک و زاویه داره. حالا میخواد با ریش اینجوری باشه یا بدون ریش اینجوری باشه، یا خانم باشه یا آقا باشه، فرقی نداره. وقتی بالای سر کوچیکتر از پایینه، شماتیکی از مثلثه. به این شکل ها میگن شکل سر مثلثی یا تریانگل. ببینید عزیزان، هید شیپ با فیس شیپ جریانشو کاملا با هم فرق میکنه. شما داخل کوتاهی دنبال هید شیپ هستیم، توی گریم دنبال فیس شیپ هستیم. توی تناسب سازی، یعنی که میگن کدوم مدل به کدوم صورت میاد، دنبال ترکیبی از هد شیپ و فیس شیپ هستیم. من حالا با فیس شیپ کاری ندارم. ما آدم ها رو وقتی از روبرو نگاه میکنیم یه شکل سر دارن، از وسط دقیقا از اینجا یه شکل سر دارن. ببینید یه شکل سر دارن، مخصوصا کوتاهی آقایون که خیلی باید توجه کنید، باید به شکل سرشون خیلی توجه کنید. باید دست بکشید رو سرشون، ببینید گوشه های سر، شکل سرشون چیه، چجوریه، باید خیلی توجه کنید به این. آدم هست که شکل سرش مربعیه، آدم هست که شکل سرش دایره‌ایه و آدم هست که بالای سرش کوچیکه و پایین فک و زاویه داره، بزرگتره. اگه این سر رو دو قسمت کنیم، ببینید بالا کوچیکتره و پایین فک و زاویه داره، گوشه داره اینجاش، به این میگن تریانگل. یعنی چی؟ یعنی شکل سر مثلثی، همونجوری که گفتم. میبینید بالا کوچیکتره، پایین بزرگتره، شماتیکی از مثلثه. ببینید شماتیکی از مثلثه. خب یه سری شکل سر هم هست که بغل سر، روی سر که دست میزنی گوشه داره، به صورت کاری نداریم ها. اونایی که گوشه دارن و پایین صورتشون هم گوشه داره، یعنی فک و زاویه رو دارن و بغل سر کاملا صافه و گوشه های سر هم گرد تیزه، ببینید بغل سر هم صافه. البته توی اصلاح خانما نقص صورت رو با چتریاشون و موهاشون درست میکنن، ولی آقایون داخل این کار خیلی موفقتر و راحتترن. چرا؟ با ریششون با موهاشون درست میکنن. مثلا طرف دوست داره پایین صورتشو با ریش درست کنه، موهاش هم مثلا اگه مثلثی باشه موی بلند مثلا میذاره و خیلی راحت فرمشو درست میکنه. خب شکل سر که بغل سر صافه، بالای سر صافه، بغل سرم گوشه داره بالای بغل و پایین هم فک و زاویه داره، گوشه داره، بهش میگن سر مربع شکل. خب که اسم انگلیسیش میشه اسکوئر. شکل دایره هم بالای سرگرده، پایین سرگرده که کاملا قابل تشخیصه و مشخصه. که اسم خارجیش هم میشه، اسم انگلیسیش میشه سرکل. خب فقط همین سه شکل سر رو نداریم، این سه شکل اصلی سر هستن که گفتم. شکل های دیگه هم داریم. خب
این مثلث که برعکسش کنیم، بعد برعکسش میکنیم، یه همچین شکلی در میاد. و حالا اینا رو هم که داخلش میکشیم شکلش میشه الماسی، شکل‌های سر الماسی. بالای سر گوشه داره، مثلثی شکله، بالاش صافه، بغلا گوشه داره، توی بغل‌های سر تو رفتگی داره، توی فک و گونه کوچیکه، فک و گونه نداره. ببینید کوچیکه فک و گونش، ببینید توی این شکلی ها، دیدید این شکلی ها. خب اگه آقا باشه خیلی راحت میاد این مشکل رو درست میکنه. چیکار میکنه؟ ریش میذاره و از دایمن شکل، دایمن شکل یعنی الماس دایمن، خب در میاد و شکل فرم صورتش درست میشه. حالا مربع، کاری با مربع انجام نمیدیم، فقط میایم باش بازی میکنیم، یه مقدار میکشیمش. دایره، دایره چطور مشخص میشه؟ موقعی که طول و عرضش با هم دیگه مساوی باشه، یعنی بالا و پایین با هم مساوی باشه. نسبت طول مساوی عرض، نسبت طول مساوی عرض، نسبت طول مساوی عرض. حالا نمیگیم کامل مساوی باشه، ما داریم تقریبا میگیم تقریبا مساوی باشه. حالا من میام چیکار میکنم؟ این طول و عرض رو یه کاری میکنم که اون طول یه مقدار فقط بزرگتر از عرض بشه. ببینید چی شد؟ بیزی شکل شد. اسم انگلیسیش هم هست اوال، اوال. طول بزرگتر از عرضه، این شکلی که میبینید بیزی شکل. حالا مربعی داریم که طولش با عرضش مساویه. واقعا همچین آدمایی داریم این شکلی، طول عرض با عرضشون مساویه، و آدمایی داریم که طول از عرضش بزرگتره، یعنی میشه چی؟ یعنی این شکلی مستطیل. طولش از عرضش بیشتره. و مثلثی داریم که دایره است، یعنی طول و عرضش با هم مساویه. و مثلثی داریم که طولش از عرضش بیشتره، یعنی طولش بلندتره، عرضش کوچیکتره. فقط اینه؟ نه، بازم هست، بازم داریم. سرهای کشیده، هدهای سرهای کشیده، کشیده کشیده هم داریم. چجوری بفهمیم کشیده کشیده است؟ طول سر طرف از عرض سرش با نسبت دو برابر بیشتره، یعنی تقریبا طول، طول مساوی عرض ضرب در دو. ببینید دو برابره طولش، دو برابر عرضشه. یعنی هر چیزی که تو عرضش میبینی طولشو دو برابر کن، طولشو دو برابر کن. این همچین آدمایی که میبینید معمولا لاغر و کشیدن، اینا رو در متعادل سازی یا کوتاهی، متعادل سازی کوتاهی، اینا رو میگن اینجور آدما. بغل موهاشون زیاد کوتاه نکنین، کوتاه نکنین اصلا. بغل موهاشون باید بلند باشه، بالای سرشون باید کوتاه‌تر باشه، ریش دراز نداشته باشن یا ریششون زده بشه که از حالت کشیده در بیاد، بیاد داخل شکل بیزی شکل تا متناسب بشه. اوکی؟ حالا من کاری ندارم به متعادل سازی، من میگم همچین کشیدگی هایی هم داریم. آبلانگ، آبلانگ بهش میگن. اوکی؟ خب ما اینجا سه تا شکل کشیدگی داریم. خب من این مستطیل رو پاک کنم،
یه بیز شکل بکشم. ببینید ما اینجا سه تا شکل کشیدگی داریم و چهار تا شکل سر داریم که دایره جزوشونه. این دایره توی دوتا جزوشونه و چهار تا شکل سر داریم که شکلهای اصلی سری که هر کدومشون شکل اصلی خودش داره. یعنی ما مثلثی داریم که طول و عرض مساویه، که نسبتهای طول و عرضشون توی تصویر مساویه، یعنی دایره شکل نشون میده. بالا جمع مثلثه، بالا جمع، پایین فک و زاویه شو داره. و مثلثی داریم که بیزی شکله و مثلثی داریم که کشیده است و مربعی داریم که طول و عرضش مساویه و مربعی داریم که مستطیله، کشیده است، و مربعی داریم که خیلی مستطیله و الماسی داریم که دایره است، شکلش دایره است، یا الماسی داریم که بیزیه، یا الماسی داریم که خیلی کشیده است. اگر میخواییم حساب کنیم چند تا مدل هد شیپ داریم، ما 12 تا هد شیپ داریم، یعنی 12 تا شکل سر داریم. 12 تا شکل سر داریم ما. خب شکل سر رو براتون کاملا توضیح دادم و گفتم چند تا هد شیپ داریم و در موردشون صحبت کردیم، توضیح دادیم. بعد میخوایم بریم سراغ فیس شیپ و بگیم که چند تا فیس شیپ داریم و در موردش کاملا توضیح بدیم و فیس شیپ رو در قسمت بعدی براتون میذارم. لطفاً برای حمایت از من حتما اون دکمه قرمز رنگی که نوشته سابسکرایب، یعنی مشترک شدن، رو بزنید، عضو کانال شید و زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما باخبر بشید. ممنونم که حمایت میکنید. تا درودی دیگر، بدرود.